شی جین پینگ رهبر چین به شدت نگران فروپاشی حکومت کمونیستی این کشور است و این نگرانی ها به ویژه به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب مسلمانان و اقلیت های دیگر تشدید شده است. در حالی که چین به مناسبت سالگرد تأسیس خود جشنهایی برگزار می کند، کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که این جشنها نمی توانند بر خطرات جدی آینده حکومت و بحران هویت ناشی از سرکوب اقلیت‌ها غلبه کنند. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می بینیم. نشریه اکونومیست اخیراً در مطلبی کوتاه به نگرانی‌های شی جین پینگ رهبر چین در مورد احتمال فروپاشی حکومت کمونیستی این کشور پرداخته است. این نگرانی‌ها به ویژه پس از گذشت بیش از 72 سال از حکومت کمونیست‌ها در چین تشدید شده است. در حالی که رهبران چین به مناسبت جشن 75مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین سازه‌های نمایشی و نمادهای عمر طولانی را به نمایش می‌گذارند، اما در پس این جشن‌ها هراس از سرنوشت مشابه اتحادیه جماهیر شوروی احساس می‌شود. به ویژه نقض‌های شدید حقوق بشر و جنایات علیه مسلمانان و اقلیت‌های دیگر به بحران مشروعیت حکومت چین دامن زده و این تصور را ایجاد کرده که پایداری حزب کمونیست در خطر است. فشارها و سرکوب‌های گسترده در سینکیانگ و دیگر مناطق به همراه تحریم‌های بین‌المللی می‌تواند به فروپاشی نهادهای حکومتی منجر شود. شی جین پینگ در سخنرانی‌هایش بر خطرات عدم پیروی اعضای حزب از اصول مارکسیسم و کمونیسم تأکید کرده و هشدار داده که در صورت ادامه این وضعیت، حزب کمونیست به سرنوشت مشابه شوروی دچار خواهد شد. به این ترتیب، ترس از فروپاشی و بحران هویت نه تنها آینده ی حکومت را تهدید می‌کند، بلکه زندگی میلیون‌ها مسلمان و اقلیت دیگر در چین را نیز در حاله ای از ابهام فرو برده است. ساعت پیش گفتگویی داشتم با دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، و از او پرسیدم که به نظر شما نگرانی های شی جین پینگ از فروپاشی حکومت چین تا چه حد ناشی از سرکوب اقلیت های مسلمان و نقض حقوق بشر است و فروپاشی حکومت کمونیستی چین چه تأثیر بر ثبات اقتصادی و سیاسی در منطقه خواهد گذاشت؟ پاسخ دکتر ابراهیم روشندل را بشنویم. ضمن عرض سلام و تشکر از دعوتتون، با توجه به مطلبی که اشاره کردید، نشریه اکونومیست در رابطه با مسئله نقض حقوق بشر در چین و به تبع نگرانی هایی که افزایش پیدا کرده در ذهن رهبران سیاسی چین نسبت به وقوع فروپاشی احتمالی در آینده، باید عرض بکنم که بله، این مطلب درستی هست و بارها در برنامه‌های متفاوت ما نسبت به نقض شدید حقوق بشر در چین ابراز نگرانی‌های خودم رو مطرح کردم و سازمان‌های بین‌المللی بارها در رابطه با نقض حقوق بشر به ویژه نقض حقوق مسلمان‌های اویغور در چین مطالبی رو خدمت شنوندگان شما عرض کردم. همون جوری که مستصر هستید، بحث حاکمیت تا قرن 18 هم مقوله‌ای بود که حاکمان با رعایت استانداردهایی که برای خودشون تعریف می‌کردن در هر محدوده از فعالیت‌های حکمرانی که علیه شهروندان ظلم و ستمی روا می‌شد، اون رو تحت مقوله حاکمیت و اقدامات سرکوبگرانه خودشون رو در اون قالب توجیه می‌کردن. مسئله احترام به حقوق بشر در قرن حاضر یک مقوله‌ای هستش که خیلی از نظام‌های سیاسی، حتی کشورهایی که نظم حکمرانی رو به توسعه در بخش اقتصاد رو هم خیلی خوب طی کرده بودن، ولی در بحث نقض حقوق بشر متاسفانه نتونستن از فروپاشی و یا بروز انقلاب در کشورشون جلوگیری بکنن. ما در اینجا باید به یک نکته اشاره بکنیم که مسئله حقوق بشر و احترام به حقوق انسان‌ها مقوله‌ای هست جهان شمول
و تحت نظارت سازمان های بین المللی و همچنین رسانه هایی که به طور مؤثر رصد می کنن تمام موارد این نقض حقوق بشر در کشورها رو. ما جدای از اون مسئله شاهد بروز یک ناترازی مشخص در عدالت اجتماعی در جامعه چین هستیم که باعث شده بعد به دلیل همین نقض حقوق اویغورهای مسلمان که خب مسلمانان چین بالای 100 میلیون نفر هستند و حدود 9% جمعیت کشور رو کل کشور رو تشکیل میدن، این بی‌توجهی نسبت به حقوق اونها و استثمار این مردم و وادار کردن اونها به اقدامات در واقع ضد بشری و شکنجه، زندانی کردن، ترک در واقع موطن خودشون رو به اجبار بر اونها تحمیل کردن و بسیاری از جنایاتی که دولت چین علیه اویغورها انجام میده طبیعتاً این نگرانی ها رو در آینده بیشتر و بیشتر خواهد کرد. ما جدای از اون ناترازی عدالت اجتماعی که در جامعه چین میبینیم، ما مقوله در واقع عدم توزیع یکسان قدرت در عرصه سیاسی رو هم شاهد هستیم که در این بخش ما میتونیم به مسئله نقض حقوق انسان ها در هنگ کنگ که دنبال استقلال کشور خودشون هستند و دولت چین اینها رو در واقع استثمار کرده، همین موارد بحران هایی هستند که دولت چین و رهبرانشون با علم بر اونها باید به این مسئله توجه داشته باشن و در صورت بی‌توجهی من فکر میکنم که همون جوری که خودشون هم پیش بینی کردن فروپاشی مدل شوروی سابق بر این کشور تحمیل بشه. خیلی ممنونم. بله، با تشکر از دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.